واشنگتن پست. احزاب کردی، شیعه و سنی از اتحاد با یکدیگر برای ساقط کردن مالکی صحبت کردند. واشنگتن پست، 19 می، 29 اردیبهشت. احزاب کردی، شیعه و سنی از اتحاد با یکدیگر برای ساقط کردن مالکی صحبت کردند. این در صورتی امکان پذیر است که آنها بتوانند با هم توافق کنند. مثال الالوسی، عضو اتحاد دموکراتیک مدنی که به پارلمان راه یافته است، گفت نتیجه انتخابات نشان می‌دهد که اغلب عراقیان مالکی را نمی‌خواهند. آلوسی گفت دوران تغییر است. او می‌تواند با پول و ساختار مافیایش دولت را تشکیل بدهد، ولی اگر ما به ساختار دموکراتیک احترام بگذاریم، فکر نمی‌کنم مالکی بتواند این کار را انجام بدهد. در هر حال انشقاق‌ها در طیف احزاب به قدری زیاد است که احتمالاً مالکی برای گردآوری 163 رأی مورد نیاز در پارلمان برای تشکیل یک دولت به چند ماه زمان نیاز خواهد داشت. بیش از 35 گروه کرسی‌های را به دست آوردند و بعد از بررسی نتایج، نتیجه نهایی می‌تواند تغییر کند و این امر می‌تواند چندین هفته به طول بیانجامد. نتایج اعلام شده توسط تلویزیون دولتی که گفت مالکی حداقل 95 کرسی کسب کرده، با نتایجی که کمیسیون مستقل انتخابات ارائه داد مقداری متفاوت بوده. برای همراه کردن سایر جناها بایستی به مسائل دشوار بسیاری پرداخته بشود، از جمله این سوال که چه کسی رئیس جمهور بعدی عراق خواهد بود. کردها بر سر گسترش تولید نفت منطقه خود با مالکی در مناقشه هستند. آنها تهدید کردند که اگر این مسئله حل و فصل نشود، در دولت شرکت نخواهند کرد. سنی های عراق نیز از سرکوب خشونتبار مالکی علیه شورشیان در استانهای سنی نشین ناراضی اند. خشونتی که بخشی از رأی سنی ها را حذف کرد. در سال 2010 دولت فقط پس از مداخله رژیم ایران برای انجام یک توافق بین مالکی و صدری ها تشکیل شد. این بار اما انتظار می رود قدرت‌های منطقه‌ای و بین‌المللی از جمله آمریکا که نفوذش را بر بغداد حفظ کرده در معاملاتی که صورت می‌گیرد دخیل باشند. وال استریت ژورنال. نخست وزیر عراق جلودار انتخابات شد ولی با بن‌بست مواجه است. در بحبوحه خشونت فزاینده مالکی آماده دور سوم است، اما با مذاکراتی طولانی برای تشکیل دولت روبروست. ائتلاف تحت هدایت نوری مالکی بیشترین کرسی ها را در اولین انتخابات پارلمانی از زمان عقب نشینی نیروهای آمریکایی در سال 2011 کسب کرد. به این ترتیب زمینه یک دوره طولانی کشمکش سیاسی در بحبوحه بدترین خشونت ها از زمان جنگ داخلی فراهم شد. نتیجه انتخابات باعث شد که بسیاری از عراقی ها از خود بپرسند آیا 4 سال دیگر تحت نخست وزیری مالکی خصومت فرقه‌ای عمیق‌تر خواهد شد و بن‌بست سیاسی که دولت را سرگردان کرده استمرار خواهد یافت؟ دیپلمات‌ها و تحلیلگران غربی می‌گویند بی‌ثباتی بیشتر همچنین آشفتگی سیاسی منطقه را تشدید خواهد نمود. جنگ داخلی سوریه به عراق سرایت کرده است. مالکی برای تشکیل دولت با احتمال مذاکرات چند ماهه با متحدان سابق خود روبرو خواهد بود. بسیاری از آنها اکنون وی را یک دشمن سیاسی به شمار می آورند. بعد از انتخابات سال 2010، قانونگذاران تقریباً 10 ماه برای تشکیل دولت زمان گذاشتند. اما در حالی که انتخابات 2010 در دورانی با آرامش نسبی برگزار شد، مذاکرات آتی در بحبوحه سطح فزاینده‌ای از خشونت صورت خواهد گرفت. بیش از 7800 شهروند عراقی در سال 2013 کشته شدند. به گفته سازمان ملل این بالاترین آمار کشته شدگان غیر نظامی از سال 2007 با حدود 18000 کشته در اوج درگیری‌های فرقه‌ای به شمار می‌رود. در سال جاری دست کم 2300 نفر کشته شدند. مذاکرات سیاسی طولانی می تواند تلاش ها را برای کنترل نزاع
در استان سنی‌نشین الانبار در غرب عراق پیچیده کند. انتظار می رود مذاکرات سختی در پیش باشد. نخست وزیر با دوستان اندکی وارد انتخابات 30 آوریل شد. حتی در میان سایر شیعیان که در رده دوم قرار گرفتند. سایر احزاب برجسته شیعی یک فهرست تحت هدایت روحانی مقتدی صدر 34 کرسی و مجلس اعلای اسلامی تحت حمایت رژیم ایران 31 کرسی کسب کردند. هر دوی آنها با مالکی خصومت دارند و وی را متهم می کنند که قدرت را تحت سلطه خود درآورده و یک دولت فاسد را طی 8 سال گذشته هدایت کرده است. قانونگذاران و نظامیان آمریکایی هم ناامیدی خود را نسبت به شکست مالکی برای نزدیکی با گروه‌های سنی ابراز کردند. بسیاری او را متهم کردند که با تشدید تنش‌ها در اوجگیری خشونت‌های مرگبار نقش داشته است. دولت اوباما روز دوشنبه واکنش نشان داد و گفت که رهبران عراق باید به سرعت در راستای تشکیل دولت گام بردارند. دولتی که توسط همه جوامع عراق حمایت بشود. موزگیری های دبیر کل سازمان ملل، نماینده ویژه دبیر کل و سفارت آمریکا. بانکیمون دبیر کل سازمان ملل ضمن استقبال از اعلان نتایج اولیه انتخابات پارلمانی 30 آوریل 2014 عراق ابراز امیدواری کرد که شمارش نهایی آرا بعد از کامل شدن همه پروسدورها مشخص بشود و متعاقب آن دولت جدید به موقع تشکیل شود. در اطلاعیه دبیر کل سازمان ملل که توسط سخنگوی بانکیمون منتشر شد آمده است، بانکیمون اصرار دارد که همه احزاب سیاسی وارد تعامل سازنده شوند و به نحوی منظم در تشکیل دولت وارد شوند. دبیر کل با ابراز نگرانی از اوضاع امنیتی در استان الانبار مصرانه از دولت عراق خواسته است عملیات نظامی مطابق قانون بین الملل و التزامات عراق به حقوق بشر باشد. دبیر کل ملل متحد اعلام کرد سیل انداختن عامدانه به مناطق ابو غریب را محکوم می کند و از همه طرف ها می خواهد از این اعمال دست بردارند. بانکیمون تاکید کرد که دولت عراق باید به التزامات انسان دوستانه در ارتباط با صدها هزار تن از مردم که تحت تأثیر جنگ جاری در استان الانبار قرار گرفتند بپردازد. در همین حال نماینده ویژه دبیر کل نیکولای میلادنوف بر ضرورت حل هر گونه اختلاف مربوط به انتخابات از طریق قانونی تاکید کرد و از کمیساریا و قوه قضایی خواست با چالش های محتمل به شکل سریع و عادلانه برخورد کنند. سفارت آمریکا در بغداد نیز با صدور اطلاعیه‌ای ضمن استقبال از اعلام نتایج انتخابات عراق تمامی فراکسیون‌های سیاسی را تشویق کرد که به منظور تشکیل دولت جدید وارد گفتگو شوند. تمدید وضعیت اضطراری در رابطه با عراق توسط رئیس جمهور آمریکا 19 می 2014، 29 اردیبهشت 93. رئیس جمهور آمریکا در نامه‌ای به کنگره استمرار وضعیت اضطراری ملی با توجه به وضعیت در عراق را تمدید کرد. در نامه ریاست جمهوری خطاب ریاست کنگره آمده است: کاخ سفید 19 می 2014، با توجه به ماده دی 202 از قانون اضطراری ملی، من نامه‌ای برای فدرال رجیستر به منظور انتشار ارسال کردم، دایر بر این که وضعیت اضطراری ملی با توجه به چگونگی وضعیت ثبات در عراق ادامه می‌یابد. وضعیت اضطراری که بر اساس دستور اجرایی 13303 مورخ 22 می 2003 اعلام شده است، بعد از تاریخ 22 می 2014 نیز عملاً ادامه می‌یابد. موانع بازسازی منظم عراق، مسئله استقرار و حفاظت از صلح و امنیت در این کشور و موضوعات توسعه سیاسی، اداری و اقتصادی نهادها در عراق تهدیدی غیرمعمول و فوق‌العاده را نسبت به امنیت ملی و سیاست خارجی ایالات متحده اعمال می‌کند.
بنابراین من تصمیم گرفتم که ضروری است وضعیت اضطراری ملی با توجه به چگونگی وضعیت ثبات در عراق کماکان ادامه یابد. باراک اوباما